در حیرت آن نقاش نقش آفرینم، حکمت این نقش و گناه آن بندهش چه بود که این چنین ظالم و جبار و خونخوارش بکرد، که به تهمت و تجاوز به حیثیت و آبرویش اکتفا نکند، به محاکمه و شکنجه و تحقیر و خوار کردنش راضی نشود. دردش چه بود که غیر از کوفتن بر سر بیگناه در بند از برایش درمانی نبود؟ در حیرت آن یکی و آن نقش دگرم، اراده و شهامت آن صاحب نقش، شاهد آن پاکی و آن صداقتم که در قل و زنجیر و بند زیر شلاق و تجاوز و سایه مرد، آه برخواسته از دلش من و تو را این چنین بیخواب و بر آشفته بکرد. از برای آنی و آنانی که هرگز ندیده ایم، فرسنگ ها از آنان به دور افتاده ایم، دلمان می تپد و انگاری که نیست در میان من و توی و این و آن. یا که هر دو هست وهم و خیال، یا که آن هم هست حاصل کرده آن، که من و تو و ما را از هم کرده جدا. بیا زین به بعد هر باری که او مشتی بر سر بیگناهی بکوفت، من و تو گره از مشتهای خود باز کنیم، آن را دستی از برای دستگیری دست خالی کنیم. بیا زین به بعد عشق و صلح و صفا را مرام خیش کنیم، با اتکا بران به جنگ آن دشخیم رویم، کینه و خشم و نفرت را که آثاری و سلاحی از برای اوست بر زمین نهیم، بی اعتنا به او شدیم، روی برگردانده ز او غروب را فراموش کنیم، چشم امید به سوی افقی نو خیره کنیم، با دلی مملو از مهر و محبت و عشق به حمایت از مظلوم و قربانی جنایات او رویم. بیا روح گاندی، ماندلا و لوترکینگ را در دلهای من زنده کنیم، ره آنان را برگزیده مسلک و خلق و خوی خیش کنیم. با سلاح عشق و صلح و صفا ظالم را از جهالتش آزاد و مظلوم را از چنگال او رها کنیم. شاید که این هم نقشی از نقش‌های نقاش بود که نقشی داد به تاریکی که ندارد وجود، تا که چشم تو و دل من آشنا گردد به نور.